به نام خدا. در فیلم 24 از درس هیدرودینامیک پیشرفته در خدمت دوستان هستیم با ارائه مدل سازی جریانات آشفته و مدل های آشفتگی. نکنید ما طبق سیلابس درسی باید به اصطلاح یک سری مقدماتی در ارتباط با جریانات آشفته خدمت شما میگفتیم که قبل از این گفتیم، اما بررسی مدل های آشفتگی در خود سیلابس درسی شما نیستش. اما با توجه به اینکه ما بعضی از قسمت ها رو مثل همون به اصطلاح مدل سازی و بیبعد سازی به اصطلاح جریاناتی که قبلا صحبت کردیم خدمت شما، یک سری مقدماتی رو در درس های قبلی خدمت شما گفته بودیم، اونجا یک زمانی رو ذخیره کردیم و اینجا سعی میکنیم که اینجا استفاده بکنیم از اون زمان و مباحثی رو خدمت شما بگیم که در به اصطلاح کاربردهای طراحی به درد شما میخوره. شما این مباحثی که تا اینجا گفتیم خیلی سعی کردیم که کاربردی باشه. یکی از اینهایی که خیلی برای شما کاربرد داره همین کار کردن با نرم افزارهای CFD هستش که برای مدل سازی نیاز دارید. در اونجا میبینید که مدل های مختلف آشفتگی وجود داره، ولی در سیلابس درسی هم که من نگاه کردم در جایی برای شما تعریف نشده بود که این مدل های آشفتگی رو شما در کجاها بیاید و تفاوت اینها رو شناسایی بکنید. به خاطر همین من سعی کردم که در این درس به صورت مختصر و مفید خدمت شما توضیحاتی رو بدم. اما نگاه کنید همین مبحث مدل سازی جریانات آشفته، این خودش یک درس شاید 3-4 واحدی بخواد، یعنی یک کتابهای که در بازار موجود هستش شاید یک کتاب 300-400 صفحه‌ای مد نظر باشه، نیاز باشه که اینها رو به صورت کامل شما برید بررسی بکنید. اما فعلا ما در اینجا با توجه به درسی رو با این عنوان برای شما تعریف نشده، سعی می‌کنیم که یک سری کلیاتی رو و مثلا مطالب چکیده و مختصر و مفیدی رو خدمت شما بگیم. اگر نیاز به مطالعات بیشتری داشتید دیگه خودتون بعداً مراجعه بکنید. منبعی هم که استفاده می‌کنیم همین کتاب مقدمه بر مفاهیم جریانات آشفته و مدل سازی آنها هستش که کتاب آقای دکتر سنی نجات هست. مزیت عمده این کتاب این هستش که خیلی ساده و به قول معروف دانشجویی نوشته شده، یعنی برای مخاطب دانشجو نوشته شده، به گونه‌ای که اگر که از اینها این کتاب استفاده بکنید میتونید مطالب رو خیلی ساده و به اصطلاح مختصر و مفید کسب بکنید. اما نگاه کنید ما تاکنون میگیم که تاکنون صدها مدل آشفتگی ارائه شده است که هر یک برای رژیم‌های خاص جریانی و حتی در ناحیه خاصی از میدان جریان معتبر هستند. یعنی ما موقعی که شما میرید سرچ میکنید مدل های آشفتگی رو بسیار بسیار مدل های متعددی رو پیدا میکنید که هر کدوم برای حالت های خاص و شرایط خاصی هستند. و یا مثلا بعضی ها استخراج شدن برای بعضی از پدیده های خاص، مثلا شما در جایی که فرض بکنید که رینولد بالا هست رینولد پایین هست، پدیده جدایش دارید پدیده جدایش ندارید، پدیده های مثل دوفازی شدن مثل کاویتاسیون رو دارید یا ندارید، در اینجاها به چه صورت هست، شما کلن مدل های توربولانسی که استفاده می کنید متفاوت خواهد. اما بعضی از مدل های توربولانسی هستش که در کاربردهای دریایی خیلی معروف هست و رایج هست و ما سعی می کنیم از اینا چیکار بکنیم، اصطلاح استفاده بکنیم و این سو توضیحات رو در این موارد خدمت شما بدیم. بنابراین هدف ما چی هست؟ معرفی مدل های آشفتگی یا توربولانسی مناسب و رایج برای طراحی هیدرودینامیکی کشتی مد نظر ما هستش. و در تمام مدل های آشفتگی هدف نهایی اینها چی هست؟ محاسبه تنش های رینولدز هست در نقاط مختلف جریان. که تنش های رینولدز رو به چه صورت تعریف میکردیم؟ منفی یو پریم آی یو پریم جی بار، که این رو در واقع در کجا ظاهر میشد؟ در معادلات ناویر استوکس یا معادلات به اصطلاح مومنتوم حاکم بر جریان بودش که در اونجا اگر خاطرتون باشه ما وقتی که ساده سازی کردیم یک سری پارامترهایی رو از جنس اینرسی که الان در اینجا شما دارید میبینید حاصل ضرب دوتا سرعت هست، در اونجا از سمت چپ معادلات ناویر استوکس منتقل کردیم به سمت راست و این رو اسمش رو تنش‌های رینولدز گذاشتیم که با تفاصیلی که خدمت شما حالا قبلا هم گفتیم در اینجا هم یک مروری خواهیم کرد. اما در استفاده از اینها ما دو مرحله کار اساسی رو داریم. یکی این هستش که ابتدا از روابط اساسی حاکم بر ادی ویسکوزیتی ها استفاده بکنیم یا بر جریانات آشفته استفاده بکنیم. در مرحله بعد در داخل این یک سری پارامترهایی رو داده میشه که برای محاسبه اونها باید از مدل های آشفتگی چیکار کنیم، کمک بگیریم. یعنی در واقع ما این دوتا مرحله اصلی رو داریم. یک پارامتر بسیار مهمی که ما داریم پارامتری به نام ویسکوزیته آشفتگی یا ویسکوزیته آشفته میوتی هستش که در این رابطه اساسی به اصطلاح ظاهر میشه. برای محاسبه اون ما باید از
به اصطلاح معادلات کمکی استفاده بکنیم که به اصطلاح معادلات انتقالی هم بهش گفته میشه، که این میشه فلسفه استفاده از مدل های آشفتگی که ما در مرحله بعد ازش استفاده خواهیم کرد. اگر که بخوایم یک دید کلی داشته باشیم، در اینجا اینو به این صورت میتونیم بگیم که ما در روابط اساسی که استفاده میکنیم سه تا به اصطلاح رابطه اساسی داریم، یکی بوزینسک هستش، یکی اسپزیال هست و یکی هم لاندر هستش. در اینجا معروف ترین رابطه اساسی که ازش استفاده میکنیم همین بوزینسک هستش که در اکثر نرم افزارهای CFD هم که شما ملاحظه میکنید از همین به اصطلاح رابطه اساسی استفاده کرده. اما برای مدل های آشفتگی به چه صورت هست؟ برای مدل های آشفتگی شما از هر یک از این معادلات مختلفی که در اینجا بیان شده میتونید چیکار کنید استفاده بکنید، که در اینجا بیسشون بر اساس حل معادلات رنز هستش. اینها در سه حالت مختلف مثلا بیان میشن، یکی معادله های صفر، مدل های صفر معادله ای هست، مدل های یک معادله ای هست و مدل های دو معادله ای. در این شرایط منظور از صفر معادله این هستش که در اینجا ما پی دی ای نداریم، یعنی معادلات دیفرانسیل پاره ای نداریم. در اینجا یک معادله دیفرانسیل پاره ای داریم و در اینجا دو معادله دیفرانسیل پاره ای داریم. و مدل هایی هم هستن که مثل RMS رینولدز استرس مدل هستش و LES که لارج ادی سیمولیشن هست. این هم روش های دیگری هستش که از اینها هم چیه استفاده میشه، ولی معمولا در کارهای CFT به خصوص در کاربردهای دریایی که مثلا میخوان یک شناور رو مدل بکنن از یکی از این معادله های مدل های دو معادله ای استفاده میکنن، که به اصطلاح معروفشون همین مدل های کی اپسیلون هستش، که حالت های اصلاح شده از همین کی اپسیلون استاندارد هستش، یا حالت های مختلف کی اومگا هستش که حالت های مختلف از کی اومگا رو هم شما میبینید. یعنی بیشتر سر و کاری که ما داریم از بین صدها مدل به اصطلاح توربولانسی که وجود داره که الان شما در اینجا دارید درزیاشو میبینید، ما اصولا روی دو معادله ای ها بحث میکنیم. روی دو معادله هم باز مدل های خیلی زیادی هست، ما معمولا با این 6 تا مدل سر و کار داریم. پس بنابراین میگیم برای مدل سازی جریانات آشفته یکی از این سه تا رابطه اساسی رو انتخاب میکنیم، به علاوه یکی از این مدل های دو معادله، یعنی یکی از اینها با یکی از اینها رو انتخاب میکنیم و ما میتونیم چیکار بکنیم، به اصطلاح مدل سازی جریان رو انجام بدیم. اما از نظر مقایسه اگر بخوام بگیم کلا مدل های صفر معادله ای رو با مدل های دو معادله ای مقایسه بکنیم، در حالت کلی میگیم که مدل های دو معادله ای اصولا دقیق تر و عمومی تر هستن و کاربرد جامع تری هم دارن، ولی عیبی هم که دارن این هستش که خب ما در مدل های دو معادله ای از دو معادله انتقالی اضافی استفاده می کنیم. خب طبیعتا در اینجا نیاز به زمان حل بیشتری در کامپیوتر داریم و زمان و هزینه بیشتری رو باید صرف بکنیم، ولی در ازاش ما میتونیم چیکار بکنیم، جواب های دقیق تری رو به دست بیاریم. اگر که بخوایم یک مثال دید کلی داشته باشیم در ارتباط با مدل های مختلف آشفتگی که وجود داره، این شکل میتونه خیلی کمک بکنه. در اینجا مدل های صفر معادله ای، یک معادله ای و دو معادله ای رو در اینجا میبینید. خود مدل های دو معادله ای هم به اصطلاح به همین ترتیبی که اینجا میبینید لیست شده، که استاندارد کی اپسیلون هست، اکستندد کی اپسیلون هست، آر ان جی کی اپسیلون، آنیزوتروپی کی اپسیلون، ویلکاکس کی اومگا و اس اس تی کی اومگا هستش. به علاوه حالا روش های دیگه که اینجا گفتم رینوز استرس مدل هست، لارج ادی سیمولیشن هست و دایرکت نیومریکال سیمولیشن یا همون دی ان اس که قبلا هم روی این صحبتی کردیم. از بالا که بیایم به پایین ما دقت و کارایی مدل ما چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی هرچی الان ما اینجا که به جای مثلا استاندارد کی اپسیلون که اگه بیایم اکستندد کی اپسیلون رو استفاده بکنیم، طبیعتاً ما دقت بیشتری رو خواهیم داشت. از اون طرف هر جا که ما دقت بالاتری رو مد نظرمون هست و به دست میاریم، طبیعتاً افزایش هزینه و زمان محاسبات رو هم چی هست در پی خواهد داشت، که ما قبلا صحبت کردیم گفتیم که مثلا در انتها شما اینجا دایرکت نیومریکال سیمولیشن یا همون دی ان اس گفتیم کامل ترین و دقیق ترین روشی هستش که ما برای گسسته سازی میدان جریان و حل معادلات ناویر استوکس استفاده میکنیم، ولی عملا زمان بسیار بسیار زیادی رو از ما خواهد گرفت که در کارهای مهندسی معمولا معقول نیستش و معمولا از این روش ها استفاده نمیکنه.
نمی‌کنه. در ازایش ما از این روش‌های دو معادله‌ای که معروف هستن استفاده می‌کنیم و هم دقتش معقول هست و در رنج کارهای مهندسی هست، هم زمانی رو که باید ما برای این کار صرف بکنیم. اما روابط اساسی که استفاده می‌کنیم، اینجا یکی گفتیم که رابطه بوزینسک هستش، یکی اسپزیال هستش، یکی لاندر هستش. وقتی که ما از اینها استفاده می‌کنیم، در اینجا یک ویسکوزیته آشفتگی در همه اینها بیان شده که حالا در ادامه خواهید دید. برای محاسبه این ویسکوزیته آشفتگی ما باید از مدل‌های آشفتگی استفاده بکنیم، یا اصطلاحاً بهش میگم مدل‌های ادی ویسکوزیته استفاده بکنیم، که اینها به طور گسترده در روش‌های عددی مورد استفاده قرار گرفتن. چرا؟ یکی این هستش که اعمال این مدل‌ها در هر سولور بسیار آسان است. فقط کافی است که به جای ویسکوزیته مولکولی میو ثابت از ویسکوزیته آشفته کم تنش‌های رینولز ما میشه استفاده شود. و عامل دوم این هستش که ویسکوزیته آشفته بالا که اغلب در اعداد رینولز بالای جریان آشفته با آن مواجه میشویم، باعث کمک به پایداری حل خواهد شد. یعنی یکی از علتهایی رو که ما اینجا ویسکوزیته آشفته رو که مثلا در واقع از جنس مومنتوم بودن، از سمت چپ معادلات ناپیر استوکس ما منتقل کردیم به سمت راست معادله و اومدیم تلفیقش کردیم با ویسکوزیته مولکولی، بهش گفتیم، بهش میگیم ویسکوزیته آشفته. چرا؟ چون موقعی که اینجا مقدار ویسکوزیته آشفته ما بالا باشه، این خودش میتونه کمک بکنه به پایداری حل ما و یه عامل پایدار کننده است و به همین دلیل ما اسم ویسکوزیته رو روش گذاشتیم. اما خدمت شما گفتم که ما مدل‌های آشفتگی که استفاده می‌کنیم معمولاً K اپسیلون هست، K اومگا هست و یکی هم روش SSTK اومگا هست که اینها اصولاً شاخص‌های مدل‌های توربولانسی هست که استفاده می‌کنیم. اگر که بخوایم یک سری شاخص‌های به اصطلاح بارز رو برای هر یک از اینها بگیم که هیته کاربرد هر یک از اینها کجا هست، حالا نکن ما در ادامه الان روابط و فرمول‌های اینها رو خدمت شما خواهیم گفت. اول میخوام یک ساختار فکری به شما بدیم که اصلا کلا اینها هر کدوم چی میگن و حوزه کاربردشون چی هست، بعد بریم وارد فرمول بشیم. تا موقعی که یک شناخت کلی از یک موضوعی نداشته باشیم، همینطور واردش بشیم، در فرمول ها و اینها غرق میشه آدم و اصلا نمیفهمه که کجا به کجا هست و فلسفه استفاده از اینها به چه صورت است. الان در روش کی اپسیلون ما میگیم که در اینجا جواب دقیق برای محدوده رینولز های بالا میده. منظور از عدد محدوده رینولز های بالا چی هست؟ منظور از رینولز های بالا اعداد بالاتر از 10 میلیون هستش که الان برای شناورها قابل استفاده هست یا نه. همینطور که قبلا هم خدمت شما گفتم، محدوده رینولز شناورها با توجه به طول و سرعتی که دارن معمولا بالای 100 میلیون و بالای 1 میلیارد هست. پس بنابراین مشخصه که ما از این روش های رینولز بالا به راحتی میتونیم استفاده بکنیم، پس بنابراین K اپسیلون جوابگو هستش. اما اشکال کار کجا هست؟ میگیم نواحی دور از دیواره با رینولز محلی بالا قابل استفاده است، ولی اگر که شما در جاهایی رو که خیلی نزدیک به دیواره باشید، در اونجا میدونیم که خب سرعت جریان آرام هست و سرعت محلی پایین هست، بنابراین رینولز ما پایین هست در نواحی و ما اگر که بخوایم از روش کی اپسیلون استفاده بکنیم، اونجا ممکنه که با خطا مواجه بشیم که در این زمینه قبلا کامل توضیح دادیم. اما وقتی که ما به اصطلاح این محدودیت رو در نزدیکی دیواره روی روش کی اپسیلون داریم، روش‌های به اصطلاح روش کی اومگا ارائه شده که این روش کی اومگا جواب‌های دقیقی اتفاقا میده برای محدوده رینولدز‌های پایین، یعنی برعکس به اصطلاح مدل بالایی که ارائه شده، برای محدوده رینولدز‌های پایین جوابگو هستش. در کجاها جریان با سرعت کاهشی، جدایش جریان و گرادیان فشار معکوس و پدیده‌های از این دست. چرا؟ به طور مثال قبلا خدمت شما توضیح دادم که موقعی که ما پدیده جدایش جریان رو داریم، همینطور که قبلا خدمت شما گفتم، یک گرادیان فشار معکوس داریم. موقعی که جریان روی یک سطح پیشرفت میکنه، سرعت همینطوری کاهش پیدا میکنه تا جایی که سرعت صفر میشه و از اونجا به بعد سرعت جریان رو به عقب برمیگرده، یعنی سرعت جهتش معکوس میشه. خب در اینجا موقعی که ما سرعت‌های کاهشی رو داریم، مشخص هست که نزدیک به دیواره ما عدد رینولدزمون خیلی پایین هست. خب در این شرایط چیکار میکنیم؟ میگیم در این شرایط ما میایم از محدود از به اصطلاح مدل های آشفتگی رینولدز پایین استفاده میکنیم، مثل این کی اومگا که الان اینجا ارائه شده، و از طرفی هم در نواحی نزدیک به دیواره با رینولدز محلی پایین هم چیه جواب خوبی میده. الان در اینجا گفتیم که شما روی سطح بدن کشتی اگه در نظر بگیرید،
خب اینجا رینولز بالا هست، ولی موقعی که میاد خیلی نزدیک به دیواره رو بررسی میکنید، اونجا جریان گفتیم رینولز محلی پایین هست. این روش ها جواب دقیق ممکنه نده، ولی کی اومگا خاص رینولز های پایین طراحی شده و در این نواحی چیه جوابگو هستش. اما بعضی از مواقع خب ما الان یک جریان رو داریم، یک جاهایش الان رینولز بالا هست، در یک محل های رینولز پایین هستش، که با توجه به تغییرات سرعت روی جریان روی یک سطح ما اونجا ممکنه که تغییر بکنه وضعیتمون و در یک ناحیه رینولز بالا باشه یا یک ناحیه هم رینولز پایین. میگیم یک مدلی مثل SSTK اومگا تعریف شده که در واقع تلفیقی از این دوتا مدل هستش که هم از K اپسیلون و هم از K اومگا استفاده کرده. برای نواحی رینولز بالا و دور از دیواره از K اپسیلون استفاده میکنه، در نواحی رینولز پایین و نواحی نزدیک به دیواره که گفتم رینولز محلیش پایین هست از روش کی اومگا استفاده میکنه. در واقع چیکار میکنه؟ با توجه به اینکه حال جریان رو داره حل میکنه، با توجه به وضعیت جریان و مثلا مؤلفه های سرعت در هر نودی که به دست میاره، اونجا سویچ میکنه از مثلا کی اپسیلون اگر رینولز بالا باشه از کی اپسیلون استفاده میکنه، اگر رینولز پایین باشه از کی اومگا استفاده میکنه. یعنی در واقع اینجا در موقعیت های مختلف دائم داریم ما روش حلمون رو از کی اپسیلون سویچ میکنیم به کی اومگا، از کی اومگا سویچ میکنیم به کی اپسیلون. خب این خودش باعث میشه چی؟ باعث میشه که همگرایی این روش مشکل داشته باشه، یه مقداری ضعیف باشه و رفتارهای ناپایداری رو ما از این مدل به اصطلاح مشاهده بکنیم. بالاخره هر روش رو که شما استفاده میکنید یک سری مزایا داره، یک سری معایب داره و این هم بدیهی است. ولی در اینجا خواستیم که کلا الان شما دید داشته باشید که ما از هر روش به اصطلاح توربولانسی که داریم صحبت میکنیم کلا علتش چی هست و برای چی و وجه تمایز اینها به چه صورت هستش. اما در رابطه با رابطه اساسی بوزینس که استفاده میکنیم، بکنید در اینجا ما یک رابطه به این شکل رو خواهیم داشت که در اینجا منفی رو یوپریم آی یوپریم جی، این همین تنش های رینولز ما هستش که در معادلات ناویر استوکس اگر خاطرتون باشه این مشخصه جریان آشفته بود، یعنی وجه تمایز معادلات مومنتومی که برای جریان آرام و آشفته می نوشتیم یه عبارتی در انتهای سمت راست طرف راست معادله ظاهر می شد. این همین تنش های آشفتگی هستش که اینجا به عنوان مجهول ما الان میخوایم حالا اینو حلش بکنیم و ببینیم که الان اینو به چه صورت باید به دست بیاریم. در اینجا دقت بکنید که رابطه به این صورت بیان شده که برابر است با دو تا میو تی اس آی جی منهای دو سوم رو کا دلتا آی جی. در اینجا نگاه بکنید مقدار اس آی جی رو که بهش میگیم تانسور نرخ کرنش متوسط به صورت یو آی ویرگول جی به علاوه یو جی ویرگول آی بخش بر دو تعریف میشه، که خود این UI ویرگول J به چه صورت تعریف میشه؟ روند UI به روند XJ تعریف میشه و این رو هم از قبل شما میدونستید. خب الان اینجا معلوم ما چی هست، مجهول ما چی هست، یعنی ما الان برای تعیین این به صورت تانسور تنش رینولز که اینو گفتیم به صورت یک عدد فقط نبین، این خودش یک تانسور هستش، با توجه به تغییر مؤلفه های I و J ما اینجا یک تانسوری رو خواهیم داشت. الان اینجا چه پارامتری رو ما باید به دست بیاریم؟ نکنید ما اگر که اینجا مقدار میو تی تنش آشفتگی رو بتونیم محاسبه بکنیم، این مقادیر دیگه هم که به راحتی قابل محاسبه است، پس بنابراین ما مقدار تنش های رینولز رو خواهیم داشت که برای محاسبه این مقدار میو تی در اسلاید های بعدی خواهید دید که از مدل های آشفتگی چیکار میکنیم استفاده میکنیم. یعنی رابطه اساسی میاد ارتباط بین تنش‌های رینولز با تنش آشفتگی رو به ما میده و مدل‌های آشفتگی نحوه محاسبه میوتی رو به ما چیکار میکنه خواهد داد. اما این رابطه‌ای که شما اینجا برای بوزینس میبینید این برای جریان چی هست؟ تراکم ناپذیر هست. برای جریانات تراکم پذیر که یه حالت کلی‌تری از این معادله هست، این معادله رو به این شکل ما خواهیم داشت که این عبارتی که الان شما میبینید بهش اضافه شده، ولی خب همینطور که میدونید ما اصلا با جریانات تراکم پذیر سر و کاری نداریم، پس همین معادله‌ای که اینجا داریم به کار ما خواهد اومد. از طرفی هم که ما قبلا خدمت شما گفتیم که این میویتی اصلا کجا ظاهر شد، برای چی ظاهر شد، ما اینجا یک مثلا ویسکوزیته تعریف کردیم در جریانات آشفته که این برابر با میو صفر و علاوه میویتی، که این همین ویسکوزیته در جریان آرام بود که همین ویسکوزیته مولکولی سیال بود، یعنی این یک خاصیتی از سیال بود.
به علاوه یک میوتی کردیم. این میوتی چی بود؟ همینطور که از قبل خاطرتون هست، این همین مقدار تنش‌های مثلا آشفته رو، این رو به صورت حاصل ضرب یک لجت آشفته ضرب در گرادیان سرعت دیدیم ما. یعنی اینجا الان یه منفی اینجا جا افتاده، منفی رو یو پریم آی یو پریم جی رو گفتیم این منفی هست، یک خود حاصل ضرب هم که اینجا داریم منفی میشه، منفی در منفی میشه مثبت، یک پارامتر مثبتی رو اینجا ظاهر کردیم که با ویسکوزیته مولکولی جمع میشد و ویسکوزیته کل یک جریان آشفته رو به ما میداد. خب پس در اینجا ما یه یادآوری اینجا شدش که اینجا فلسفه و قضیه میویتی به چه صورت بود، اما این خودش ماهیتا به چه صورت بود. در نواحی که ما اعداد رینولز بالایی رو داشتیم، قبلا خدمت شما گفتیم که مقدار ویسکوزیته آشفتگی از مقدار ویسکوزیته مولکولی خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون نکنید ما در اینجا این ویسکوزیته مولکولی رو گفتیم خواصی از سیال هست، این میویتی خواصی از جریان هست. چرا جریان هست؟ کاری به سیال نداره، چون اینجا ما داریم مؤلفه های سرعت رو داریم بیان میکنیم. البته ما که میگیم کاری به سیال نداره، یعنی که وابسته به تغییرات پارامترها در روی جریان هست. چون اینجا الان ما مقدار رو هم داریم و اینجا به نحوی مثلا مقدار مثلا چگاری سیال هم داره وارد میشه، ولی اینجا چون نکنید ما مقدار میوتی رو از چی داریم میگیریم؟ در واقع مقدار ریشه این از حاصل ضرب پارامترهای سرعت هست در راستاهای مختلف. این خصوصیت چیه؟ سیال یا جریان؟ میگیم خصوصیت جریانه، چون در سیال اگه شما بحث میکنید چه سرعت داشته باشه چه نداشته باشه، خواص به اصطلاح ویسکوزیتش فرقی که نمیکنه. وقتی که شما دارید از سرعت دارید صحبت میکنید، یعنی دارید از خصوصیات جریان دارید صحبت میکنید. و اینم یادمون نرفته که باز اینجا خدمت شما بگم، قبلا بارها بارها تاکید کردیم که این تنش های رینولدزی که ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، این از جنس مومنتوم هست. شما حاصل ضرب سرعت ها رو الان در اینجا دارید میبینید، این از جنس مومنتوم به دست میومد در معادلات ناویر استوکس که ما چون میخواستیم به این شکل یک شکل شمایل ویسکوزیته بش بدیم، یه خود فرمت نوشتن معادلمون رو ساده تر بکنیم، از سمت چپ معادله ناویر استوکس منتقلش کردیم به سمت راست معادله که دیگه در خاطرتون هستش. پس بنابراین ما یه همچین شکل شمایلی از معادلات ناویر استوکس رو داشتیم و در اینجا این پارامتر مجهول ما بود در جریان‌های آشفته. در اینجا الان رابطه بوزینس اومده یه همچین رابطه رو برای محاسبه تنش‌های رینولدز اینجا ارائه کرده. این رابطه در داخلش گفتیم یه مجهول مهمی رو داریم که این چی هست؟ مقدار میو تی هستش. برای محاسبه این چیکار می‌کنیم؟ از مدل‌های آشفتگی استفاده می‌کنیم، مثل چی؟ که اپسیلون، که امگا و غیره. خب در داخل این الان چیزی که اینجا شما دارید می‌بینید، یکی از پارامترهای مهم ما همین میوتی هستش که این رو مثلا در مدل کی اپسیلون به چه صورت ارائه میشه. میگیم که میوتی برابر است با رو سی میو کی به توان 2 بخش بر چی اپسیلون. یعنی اگر ما در روش‌های مختلفی برای مدل‌های توربولانسی، مدل‌های آشفتگی ما داریم، بتونیم مقدار کا و مقدار اپسیلون رو محاسبه بکنیم، مقدار سی میو که یک عدد ثابت هست، رو هم که چگاری سیال هست، پس بنابراین مقدار میویتی به دست اومده. الان در اینجا چند تا مجهول داریم؟ دو تا مجهول، یک کی مقدار کی و یک مقدار اپسیلون. اگر ما در مدل های دو معادله ای که کی اپسیلون خودش گفتیم دو معادله ای هست به اصطلاح باشیم، در اونجا دو تا مجهول داریم، دو تا معادله داریم، پس مقدار کی و اپسیلون به راحتی به دست میاد، میوتی از اینجا به دست میاد، میوتی رو جاگذاری میکنیم، تنش های رینولدز به دست میاد. تنش های رینولدز که در اینجا حساب به اصطلاح جاگذاری بکنیم، میتونیم دیگه معادلات مومنتوم یا همون معادلات ناویر استوکس که در واقع مهمترین معادله حاکم بر جریان سیال هستن در جریان آشفته به دست بیاد. این پس کلیات مسیری که ما طی میکنیم. این رو اسلاید هستش که خیلی میتونه در تشکیل ساختار فکری شما خیلی کمک بکنه و مؤثر باشه. اما یه بحثی که اینجا لازم هست که خدمت شما بگیم این هستش که ما چرا از مثلا مدل‌های آشفتگی برای مدل کردن قسمت‌های آرام نمیتونیم استفاده بکنیم؟ چرا؟ چون قبلا ما خاطرتون باشه گفتیم که اگر که ما ویسکوزیته رو در حالت کلی هم اینجوری تعریف بکنیم، موقعی رو که ما جریان ما آرام هست، خود به خود مقدار میوتی برابر با صفر باید بشه و فقط به اصطلاح ویسکوزیته مولکولی بمونه. خب این یعنی مفهومش این است که جریان ما جریان آرام هست. ولی میگیم که وقتی که ما این رو مدل سازیش رو انجام میدیم، میگیم تجربه نشان داده است که در نقاط مختلف جریان
و بسته به مقادیر به دست آمده از حل معادلات انتقالی نظیر مدل کی اپسیلون، مقدار میو تی نیز میتواند حتی در نقاط جریان آرام مخالف صفر در بیاید. وقتی که این مقدار حتی در جریان آرام مخالف صفر در بیاید، یعنی کلا شما با خطا مواجه خواهید شد، و اگر این رو این معادلات رو معادلات مثلا موزینس رو شما برای جریان آرام استفاده بکنید، نتایج غلطی رو به اصطلاح خواهید داشت. و همینطور میگیم همین امر استفاده کلی از این روش برای جریانات توامن آرام و آشفته را با مشکل مواجه میکنه. یعنی مثلا شما یک به اصطلاح جریان سیالی دارید، روی سطحی داره حرکت میکنه، این جریان خارجی است، در ابتدای صفحه جریان ما جریان آرام هست و در ادامه جریان آشفته میشه، توامن جریان آرام و آشفته رو داریم. در اینجا میگیم که اگر بخش قابل ملاحظه از جریان ما جریان آرام باشه، باز ما از این روش ها اگر بیان استفاده کنیم خطامون میره بالاتر. اما در جاهایی رو که مثلا شما روی طول بدنه مثلا کشتی که دارید استفاده میکنید، در اون شرایط شما یه طول کشتی مثلا دارید 200 متر، 300 متر، 100 متر، همینطور که قبلا خدمت شما گفتم طولی از به اصطلاح صفحه که جریان در اونجا آرام هست یه چیزی در حد میلیمتر و سانتی متر به دست میاد با توجه به سرعتی که جریان روی سطح داره. پس بنابراین در مقایسه با طول مثلا 100 متر و 200 متر، اون طول چند میلیمتر و چند سانتی متر اصلا قابل صرف نظر و قابل چشم پوشی هست و ما میتونیم چیکار بکنیم؟ از به اصطلاح مدل های توربولانسی رینولد بالا مثل کی اپسیلون استفاده بکنیم و از همین در واقع مثلا این رابطه ای اساسی بوزینس هم قابل استفاده هستش. یعنی جریان اگر حتی به اصطلاح آشفته هم یه قسمتیش آشفته نباشه، جریان آرام باشه، باز هم این قابل استفاده هستش. جریان رینولدز پایین هم باشه باز مسئله نداره، مهم این هستش که اینجا جریانات ما جریان آشفته باشد، جریان ما جریان آشفته باشد، آرام نباشه. اگرم آرام هست همونطور که گفتم سهمش نسبت به کل چی باشه؟ کم باشه. اما در مورد روابط اساسی گفتیم دو تا رابطه اساسی هم که دیگه هم داریم، یکی اسپزیال هستش و یکی هم لاندر هستش. باز اینها هم مثل رابطه قبلی همینطور که در اینجا نگاه می‌کنید، مثلا اینجا الان سمت چپ معادله ما تنش‌های رینولدز هست، اینجا تنش‌های رینولدز هست، در سمت راست ما چی رو داریم؟ مقدار میوتی رو داریم، لذت آشفتگی رو داریم و مقدار کا و مقدار اپسیلون رو در اینجا داریم. و همینطور که حالا در قبل از اینم گفتم، خود میوتی بر اساس کی و اپسیلون بیان میشه. یعنی در واقع مجهولاتی که الان ما اینجا داریم به اصطلاح به نوعی مقادیر کا و اپسیلون هستش که ما اگر که معادلات به اصطلاح مدل های آشفتگی رو که دو معادله ای و دو مجهولی هست، یعنی مثلا همین کی و اپسیلون رو اونجا محاسبه بکنیم، در داخل این بذاریم، مقدار کی اپسیلون و میو تی چیه محاسبه میشه. که میو تی هم میدونیم که وابسته است به کی و اپسیلون از خود. حالا در ادامه باز در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. یا مثلا در اینجا نگاه بکنید، در روش لاندر رابطه اساسی به چه صورت هست؟ مقدار تنش های رینولدز رو در اینجا بر حسب اینجا میو تی داریم و کی و اپسیلون و اومگا هم شما در اینجا چیه ملاحظه میکنید. و بدین ترتیب شما باز هم در اینجا اگر که بتونید مؤلفه های اصلی رو از معادله های دو مجهولی و در واقع از روش های دو معادله ای محاسبه بکنید، در سمت راست به راحتی جاگذاری میکنید، بقیه پارامترهایی رو که اینجا شما میبینید که به صورت ضرب ثابت وجود داره، اینها همش مقادیرش داده شده، شما یه جاگذاری عدد ثابت ساده انجام میدید و اینجا هم تنش های رینولدز چی میشه محاسبه میشه. اما یکی از پرکاربردترین و ساده ترینش همینطور که گفتم روش بوزینس هستش که در قبل توضیح دادم و کار کردن باهاش خیلی راحت هست. اما میرسیم به مدل های آشفتگی. مدل های ما آشفتگی رو قبلا خدمت شما در اسلاید های قبل گفتم که یک مدل صفر معادله ای داریم، مدل های یک معادله ای و مدل های دو معادله ای. صفر معادله ای گفتم منظور چی هست؟ یعنی که ما معادلات دیفرانسیل پاره ای نداریم. اینجا معادله دیفرانسیل پاره ای چون نداریم میگیم صفر معادله ای. در اینجا یک معادله، یعنی داره یک پی دی ای هستیم، پارشیال دیفرنشیال ایکویشن، و مدل های دو معادله ای رو هم به این صورت خواهیم داشت. اما میگیم که خب ما بدیهیه که ما الان صدها مدل آشفتگی رو داریم، مبنای ما برای انتخاب اینها چی هست؟ میگیم اینها هر کدوم یک حوزه کاربردی دارن و یک سری معیارهایی برای انتخاب اینها وجود داره که مهمترین هاش به چه صورت هست؟ میگیم که هر مدل آشفتگی رو که میخوایم انتخاب بکنیم این موارد رو باید در نظر داشته باشیم.
فیزیک جریانی که با آن در مسئله مورد نظر درگیر هستیم، مثلا اینکه این مسئله ما و جریان ما الان رینولد پایین هست یا رینولد بالا. مسئله بعدی این هستش که وجود یا عدم وجود همزمان چند رژیم متفاوت جریان در کنار یکدیگر. آیا الان جریان شما تکفازی هست یا همینطور که گفتم مثل پدیده‌های مثل کاویتاسیون دو فازی هستش و حباب‌های هوا هم در داخل جریان شما وجود داره. بحث بعدی میزان دقت مورد نیاز هستش که نگاه کنید ما الان در این اسلاید قبلی که خدمت شما گفتم الان برگردم بهش، در اینجا ما هر چی دقت بیشتری مثلا بخوایم باید از اگر روش‌های کی اپسیلون می‌خوایم استفاده بکنیم باید از روش‌های تکمیل‌تر شدهش استفاده بکنیم که گفتیم که زمان حل رو هم چیکار می‌کنه، افزایش میده. اگر که شما یا مثلا در حالت خیلی گفتیم کاملترش میشه این روش هایی که الان در این پایین نوشته شده مثل DNS، اما گفتیم که اگر که شما فرض بکنید که یک پروژه دانشجویی مد نظرتون هست یا یک پروژه تحقیقی نچندان مهم یا پروژه هستش که منجر به ساخت نمیخواد بشه، خب در اونجا شما نمیاید از روش های استفاده بکنید که زمان حل رو خیلی خیلی افزایش میده، میاید از روش های استفاده میکنید که مثلا زمان هم دقت نسبت مناسبی داره و هم زمان حل قابل قبولی داره، مثل پروژه های مثلا دانشجویی میخواد استفاده بکنه. خب اینجا مشخص است که از چه روش های استفاده میکنید. اما اگر که شما مثلا فرض بکنید که پروژه طراحی یک شناور هست یا یک زیردریایی هست یا یک هواپیما هست و بر اساس نتایج شما میخواد یک وسیله به طور کامل طراحی بشه، در اونجاها نیاز هستش که ما دقت رو افزایش بدیم، هرچند که ممکنه که زمان محاسبات یا هزینه ما افزایش پیدا بکنه. این نکته‌ای هستش که حتما باید دقت داشته باشیم. و یکی هم میشه امکاناتی که ما در اختیار داریم که قابلیت‌های کامپیوتری که داریم به چه صورت هستش و بحث بعدی میزان زمان مورد نیاز برای رسیدن به جوابی معقول، یعنی که شما چقدر زمان همینطور که گفتم میخواید صرف بکنید و چقدر دقت، یعنی خیلی به هم دیگه دو تا پارامتر به هم دیگه وابسته هستن، هر چقدر دقت مورد نیاز بالاتر باشه طبیعتاً زمان حل شما هم چی میشه افزایش پیدا میکنه. اما نگاه کنید ما میرسیم به مدل‌های دو معادله ای. ما در مدل‌های دو معادله ای دو تا پارامتر مستقل اصلی رو داریم که اگر اینها رو در واقع ما بتونیم محاسبه بکنیم بقیه پارامترها همگی معلوم شده هستش. یکی از این پارامترها که مثلا در واقع ما دو تا معادله انتقالی داریم، داریم میگیم مدل های دو معادله ای دو تا معادله انتقالی رو مثلا حل میکنیم، اینجا باید دو تا پارامتر مستقل رو بتونیم به دست بیاریم که بقیه پارامترها به نوعی وابسته به اینها هستن. یکی از اینها مقیاس سرعت آشفتگی هستش، یکی هم مقیاس طول آشفتگی هست که به طور مثال الان اون پارامتر کایی که در معادلات ما دیدیم اون پارامتر کا در واقع همین مقیاس سرعت آشفتگی هست و از این سرعت آشفتگی به دست میاد و به اصطلاح در واقع این دوتا پارامتر که شما داشته باشید حالا در ادامه میبینید که بقیه پارامتر هم همگی به اصطلاح قابل محاسبه خواهند بود. اما میگیم که یکی از مهمترین علل رایج شدن مدل‌های دو معادله‌ای در کارهای مهندسی این هستش که نیاز به پیش‌بینی خواص جریان آشفته از قبل نداریم، یعنی ما بدون اینکه اطلاع داشته باشیم که الان در ادامه این جریانی که الان از اینجا با یک سرعتی داره اینه به شناور میخوره در انتهای شناور اینجا چه اتفاقی براش میفته نیازی به پیشبینی نداره، از همین در معادلهای دو معادله این میتونیم جریان رو اعمال کنیم رو بدنه و بعدش ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. اما در معادلهای صفر معادله ای و یک معادله ای ما اونجا باید یک تقریبی و یک تخمینی از رژیم جریان داشته باشیم حتما تا بتونیم حل رو روی بدنه انجام بدیم. خب این بدیهیه که در خیلی از پروژه‌های مهندسی قابل اجرا نیستش. الان شما این شکلی از بدنه شناور که دارید می‌بینید خیلی خیلی حالت چی از حالت ساده‌ای هست واقعا. یک بدنه خیلی صافی رو شما دارید، جریان روی این داره حرکت می‌کنه. پدیده خاصی در این بین اتفاق نمیفته تا میاد میرسه به انتهای شناور، اینجا مثلا ما پدیده جدایش جریان و میدان ویک اینا رو داریم. اما شما مقایسه بکنید مثلا فرض بکنید که با یک پمپ جریان در داخل یک پمپ که به اصطلاح داره حرکت میکنه، در اونجا شما ممکن است که با توجه به تغییر سرعت محدوده رینولدز متفاوت میشه، از یه حدی اگر سرعت بره بالاتر افت فشار رو دارید، شما در اونجا سیال رو دیگه دو فازی خواهید داشت و پدیده کاویتاسیون و تشکیل حباب‌های هوا به وجود میاد. خب آیا در اونجا شما میتونید یک تقریبی از خصوصیات به اصطلاح رژیم جریان داشته باشید؟ در اون شرایط یه خیلی خیلی کار چی میشه؟ واقعا مشکل میشه و استفاده از مدل‌های به اصطلاح صفر معادله‌ای و یک معادله‌ای خیلی مشکل میشه.
ولی در روش های دو معادلی دیگه ما نیاز به پیش بینی نداریم. هر چه باشد مشکلی نیست، ما جریان را اعمال میکنیم. اگر اتفاقی قرار باشه بیفته، خود جریان به اصطلاح این پدیده رو رصد میکنه و این اتفاقات خواهد افتاد و مقادیری که مد نظر هست برای ما قابل اندازه‌گیری هست بدون پیش بینی. اما نگاه بکنید، ما به اصطلاح چه کاری رو باید انجام بدیم؟ میگیم که ما وقتی که معادلاتی رو میخوایم حل بکنیم، با توجه به اینکه قبل توضیحاتی قبل خدمت شما دادیم، ما یک معادله بوزینسک داریم، درش میاد یک میوتی به ما معرفی میکنه که گفتیم چی هست اینجا؟ لذت آشفتگی هست. خب برای این ما باید دو تا پارامتر رو داشته باشیم. چرا؟ الان فرمول هایی که داریم در هر مدل آشفتگی، ما اول از معادله اساسی مثل بوزینسک استفاده کردیم، یک رابطه کلی بین تنش های آشفتگی و مقدار میوتی دیدید که به دست اومد. خب حالا در داخلش چی مجهور بود؟ مقدار میوتی. مقدار میوتی که بخوام حساب بکنیم از مدل های آشفتگی باید استفاده بکنیم. در مدل های آشفتگی باید دو تا پارامتر رو بتونیم محاسبه بکنیم. این دو تا پارامتر چیا هست؟ الان شما به طور مثال در اینجا از روش فرض بکنید که کی اپسیلون استفاده کردیم. مقدار میوتی چگونه بیان میشه؟ میگیم میوتی برابر است با سی میو رو کا به توان 2 بخش بر اپسیلون. الان سی میو که یک عدد ثابت هست داریم مقدارش، و این رو هم که مقدار چگالی سیار هست، پس بنابراین دو تا مجهول اینجا ما داریم، یکی کی هست یکی اپسیلون. یا اگر که ما از روش کی اومگا استفاده بکنیم، مقدار میوتی به این صورت داده میشه که میوتی برابر است با سی میو ضرب در رو ضرب در کا بخش بر چی؟ اومگا. اینجا الان این مقادیر معلومه، مقدار کا و مقدار اومگا چیه؟ مجهوله. پس بنابراین مقادیر معلوم و مجهول ما به چه صورت هست؟ میگیم ما در هر مدلی که استفاده بکنیم، انرژی جنبشی آشفتگی رو که بهش میگیم کا، این یکی از پارامترها هست، و پارامتر دوم دلخواه هستش که شما میتونید انتخاب بکنید با توجه به مدل توربولانسی که اومدید انتخاب کردید. حالا یا میخواد اپسیلون باشه یا میخواد اومگا باشه یا پارامترهای دیگه که الان در این جدول نشون داده شده. الان نگاه کنید، مدل های توربولانسی مختلفی توسط افراد مختلف در سالهای مختلف ارائه شده و اینجا متغیرهای متفاوتی رو اومدن چیکار کردن؟ در نظر گرفتن. الان شما برای انتخاب متغیر دوم، نه متغیر اول ما که کا هست، الان شما در مدل‌های مختلف هم که نگاه بکنید، در داخل این متغیرها یک کا وجود داره و یه دونه ال. نکنید کا و ال در همه اینها چیه؟ در همه اینها تکرار شده که این کا در داخلش چی هست؟ سرعت طول مثلا مقیاس سرعت آشفتگی هست که تشکیل دهنده کا شده به عنوان انرژی جنبشی جریان آشفته، و این هم چی هست؟ طول مقیاس آشفتگی هست که الان ناگهان ما در اینجا خدمت شما گفتیم که ما در مدل‌های دو معادله ای دو تا به اصطلاح پارامتر مستقل از هم رو باید بتونیم تعیین بکنیم. اینها رو که تعیین بکنیم دیگه گفتیم که جریان برای ما شناخته شده است، که یکی از اینها مقیاس سرعت آشفتگی بود که انرژی جنبشی آشفته رو به ما میده، پارامتر کا. در همه مدل‌ها این کا چی میشه؟ تکرار میشه. پارامتر دوم حالا ترکیبی از طول آشفتگی ال هستش و مقدار کا. این رو در این جدول شما الان دارید میبینید که در روش‌های مختلف به چه صورت هست. در این اولی فرض بکنید که الان از کی اومگا ما داریم استفاده میکنیم. الان اومگا چی هست؟ اومگا به اصطلاح فرکانس هستش. الان دیمانسیون فرکانس چی هست؟ یک بخش بر ثانیه. آیا جور در میاد؟ اینجا الان کا متناسب با چی از سرعت به توان 2، یعنی متر بر ثانیه به توان 2 ازش جذب میگیرید، متر بر ثانیه در صورت میمونه، در مخرج هم متر رو دارید، متر با متر صورت میمونه، یک بر ثانیه اینجا چی میشه؟ دیمانسیونش میشه، یعنی همان دیمانسیون فرکانس میشه که ما اینو با چی نشون بدیم؟ با اومگا نشون دادیم و این رو در روش کی اومگا استفاده میکنیم. یا همینطور مثلا برای اپسیلون، خود اپسیلون ناکنید پارامتری هستش که وابسته است پارامتر کا و طول مقیاسی که ما اینجا استفاده میکنیم، به چه صورت؟ کا به توان 3/2 بخش بر ال. یا همینطور برای پارامترهای دیگه که اینجا داریم، همش میبینید که کا و ال هستش، یعنی ما یک، در واقع این درسته که گفتم اینجا الان مثلا آشفتگی رو و انرژی جنبشی رو داره به ما میگه، ولی در واقع در داخلش ما یک مقیاس سرعت رو داریم، مقیاس سرعت آشفتگی داریم، و این هم چی؟ طول مقیاس آشفتگی، دو تا پارامتری که در اینجا استفاده میکنیم. نکته بعدی که باید خدمت شما بگم این استش که ما اون تنش‌های رینولدز رو که ازش صحبت می‌کردیم، خودش گفتم یک عدد نیست، یک تانسور هستش. اگر دقت بکنید ناگهان ما چی صحبت کردیم؟
ما اینجا از میو به اصطلاح از تنش های رینولد صحبت کردیم که این تنش های رینولد در واقع شما نکنید یه پارامتر یو آی یو یو جی یو پریم آی یو پریم جی رو داره، یعنی شما آی و جی که تغییر میکنه شما درایه های یک ماتریس رو دارید چیکار میکنه؟ تکمیل میکنه. حالا این خودش الان فرمولی به شما میده که این هم خودش در داخلش آی و جی داره. نکنید شما الان اینجا اس آی جی به این صورت نوشته میشه، یا اینجا دلتا به صورت دلتا آی جی هستش. آی و جی که تغییر بکنه درایه های ماتریس داره تغییر میکنه. به چه صورت؟ الان نگاه بکنید در اینجا، من الان بیام در این اسلاید، نکنید اینجا آی یک یک هستش، درسته؟ آی یک جی یک، اینجا آی یک جی دو، آی یک جی سه، آی دو به اصطلاح جی یک، آی دو جی دو، آی دو جی سه. همینطور نکنید این مؤلفه های مختلفی که ما روی به اصطلاح تانسور تنش رینولد داریم به این صورت چی میشه؟ تکمیل میشه. اگر که ما جریانمون جریان سه بعدی باشه، خب سه تا مؤلفه داریم، در سه ضرب میشه 9 تا مؤلفه اینجا ما خواهیم داشت به این شکلی که الان اینجا دارید میبینید. آی و جی مثلا با هم دیگه برابر باشه میشه چی؟ یو پریم بتوانه دو، بی پریم بتوانه دو، دبلیو پریم بتوانه دو. اگر که جریان ما دو بعدی باشه دیگه دبلیو ها رو چیه نخواهیم داشت، یک مثلا تانسور چهار درایه‌ای برای ما باقی میمونه. اما اینجا هم اگر تعداد پارامترهایی رو که باید به صورت مستقل ما محاسبه بکنیم در نظرمون باشه، خب اینجا نگاه میکنید ببینید که الان همینطور که قبلا گفتم ما به اصطلاح درایه های قرینه با هم دیگه برابرن، یعنی یو پریم وی پریم با وی پریم یو پریم برابره، یو پریم دبلیو پریم با دبلیو پریم یو پریم برابره. موقعی که این اتفاق میفته این 9 تا پارامتری که اینجا داریم در واقع خلاصه میشه در چی؟ در 6 تا تنش رینولدزی که ما باید محاسبه بکنیم. و این یه مقدار کار ما رو چیکار میکنه؟ باز دوباره ساده تر میکنه. یا در اینجا باز مشخصه که اگه 4 تا ما درایه داریم 4 تا تنش رینولدز رو باید محاسبه بکنیم، در واقع 3 تا هست. چرا؟ چون یو پریم وی پریم با وی پریم یو پریم برابر بر هستش و در واقع اینجا 3 تا به اصطلاح ما پارامتر و 3 تا تنش رینولدز رو باید در اینجا محاسبش رو انجام بدیم. اما میرسیم به مدل استاندارد کی اپسیلون که ما از چی داریم اینجا صحبت میکنیم. نکنید با توجه به توضیحاتی که تا اینجا خدمت شما دادم، الان ما دنبال دو تا پارامتر هستیم به نام کی و اپسیلون که باید در قالب دو تا معادله اینها رو به ما چکار کنه بده. اما خود مقدار کی چی هست؟ انرژی جنبشی جریان آشفته هست که اینو با کانشون میدیم، و یکی هم اپسیلون هستش که نرخ اضمحلال انرژی جنبشی آشفته هستش که به اصطلاح این رو به صورت اپسیلون در اینجا ما داریم. اینها رابطهش به چه صورت هست؟ نکنید انرژی جنبشی چی بود؟ به صورت یک دوم وی دو خودش رو نشون میداد که اگه برای یک جرم خاص بود یک دوم ام وی دو میشد. الان وی دو رو شما در اینجا دارید میبینید، یو پریم آی تبدیل یو پریم آی، این میشه از جنس چی؟ سرعت به توان دو. الان اینجا نرخ اضمحلال انرژی جنبشی به چه صورت تعریف میشه؟ به این صورت که اپسیلون برابر است با میو بخش بر رو یو پریم آی ویرگول جی ضرب در یو پریم آی ویرگول جی. در اینجا به اصطلاح به این صورت مقادیر متوسطش در همدیگه ضرب میشه، مقدار اپسیلون چی میشه؟ به دست میاد. اما ما از اینهایی که الان اینجا داریم میخوام بفهمیم که الان ربط اینها به مقدار میو تی به چه صورت شد. ما الان باید در نهایت بتونیم چیکار کنیم؟ میو تی رو حساب بکنیم که در اون رابطه بوزینس مقدار میو تی رو هم چیکار کنیم؟ جاگذاری بکنیم و تنش های رینولدز رو به دست بیاریم. اما این خودش به چه صورت به دست میاد؟ نگاه کنید ما در اینجا خیلی روابطی رو به صورت اثباتی نداریم، یعنی به صورت تحلیلی نمیتونیم به دست بیاریم. میایم روی آنالیز ابعادی میایم صحبت میکنیم، روی دیمانسیون ها میایم صحبت میکنیم. بگیم که ویسکوزیته آشفته میوتی رو اگر که به اصطلاح بخوام از نظر دیمانسیونی ببینیم، باید میوتی متناسب باشه با رو ضرب در یو ال ضرب در دلتا ال، که اینجا چی؟ از رو که خب چگالی سیار هست، یو ال سرعت مقیاس آشفتگی هست و دلتا ال طول مقیاس بزرگترین ادی ها هستن. یعنی اینجا سرعت مقیاس بزرگترین ادی ها و طول مقیاس بزرگترین ادی ها رو ما در اینجا مبنا قرار میدیم. خب اینجا الان شما دیمانسیون اینها رو که بنویسید ساده بکنید به همین دیمانسیون لزجت خواهید رسید. اما در اینجا نگاه بکنید موقعی که ما میگیم سرعت به اصطلاح سرعت مقیاس، اینجا تناسبش با چی هست؟ رادیکال کا. چون الان اینجا گفتیم که
جنس این خب طبیعیه که این الان سرعت هست، دیمانسیونش باید متر بر ثانیه به دست میاد. اینجا مقدار K به چه صورت بود؟ خودش متر بر ثانیه به توان دو بود دیگه، دو تا سرعت در هم دیگه ضرب شده بود. پس میشه رادیکال K، این به ما چه دیمانسیونی رو خواهد داد؟ داریم از دیمانسیون صحبت میکنیم، ما نگید الان این فرمول رفت زیر رادیکال چجوری مثلا یو ال به دست اومد، از دیمانسیون داریم صحبت میکنیم. داریم میگه متناسب است، نمیگه برابر است. پس میگیم این متر بر ثانیه باید به دست بیاد، رادیکال کا هم متر بر ثانیه میده، پس این متناسب با این هست. اما از دیدگاه چی به اصطلاح طول مقیاس، طول مقیاس رو میگیم رابطهش باید قاعدتا این شکلی باشد، متناسب است با رادیکال کا به توان 3 بخش بر اپسیلون. حالا من در ادامه دیمانسیون اپسیلون هم به شما خواهم گفت. اگر اینجا متر بر ثانیه به توان 2 رو اینجا دوباره به توان 3 برسونی، یه رادیکال ازش بگیری بر دیمانسیون اپسیلون تقسیم بکنی، دیمانسیون متر رو به شما خواهد داد، میشه دیمانسیون چی؟ طول. پس بنابراین اینجا از طریق تحلیل دیمانسیون ها میفهمه که این یو ال و دلتا ال چه ارتباطی با کا و اپسیلون دارن. خوب دقت بکنید، اینجا ناکنید مقدار میو رو متناسب با یو ال و دلتا ال نوشته، خود یو ال و دلتا ال رو داره ربط میده به کا و اپسیلون. حالا اینها رو میاد در رابطه بالا جاگذاری میکنه، به این رابطه که اینجا داریم چیه میرسه. الان شما در اینجا نگاه بکنید، این یو ال و دلتا ال رو در هم دیگه ضرب بکنید، این میشه رادیکال کا به توان 4 که ساده میشه کا به توان 2 میشه این، یه اپسیلون هم در مخرج داره میشه اینجا. اینجا که در هم دیگه ضرب کردیم یه رو هم پشت داره. اما این سی ام یو از کجا پیدا شد؟ ما اینجا هم داریم میگیم متناظر است، متناسب است. خب موقعی که متناسب است، اگر ما فقط اینها رو با توجه به دیمانسیون هایی که گفتیم فقط تابع از اینها باشه، پس دیگه دیمانسیون دیگه ای نیاز نداریم. اینجا اگر ما دیمانسیون این سه تا پارامتر رو، کا و اپسیلون رو در اینجا بنویسیم، دیمانسیون لزجت اینجا به دست میاد. پس بنابراین اینجا یک ضریب فقط نیاز است، یه ضریب ثابت برای اینکه این متناسب است تبدیل بشه به برابر است با میو، برابر است با سی میو، یک عدد ثابت، ضرب در رو چگالی سیال، ضرب در کا به اصطلاح انرژی جنبشی، ضرب در اپسیلون نرخ اضمحلال. خب در اینجا دقت بکنید که مقدار سی ام یو رو یک ضریب تجربی هست که البته این خود سی ام یو از توابع نزدیک دیواره به دست میاد و بعد از یک سری ملاحظات تجربی براش مقدار 900 پیشنهاد شده. پس بنابراین این مقدار سی ام یو یک عدد ثابت هست. ما اگر کی و اپسیلون رو داشته باشیم، رو هم که مشخص، مقدار میونیتی چی میشه به دست میاد. اما در اینجا ناگهان یک سری صحبت هایی شده از اینکه دیمانسیون اینها به چه شکل هست. چون الان ما گفتیم که الان اینو به صورت اثباتی که به دست نیاوردیم، صحبت از دیمانسیون ها کردیم، پس یک شناختی روی دیمانسیون ها باید داشته باشیم که به چه صورت هستش. خب در اینجا مقدار کار رو مثلا شما نگاه بکنید، الان به صورت این عوامل یک دوم یوپریم به توان دو، بیپریم به توان دو، در بیپریم به توان دو در واقع به دست میاد، یعنی همین رابطه‌ای هستش که الان اینجا داریم بیان میکنیم. این در واقع به این صورت در نهایت نوشته خواهد شد. الان اینجا دیمانسیونی که به شما میده همینطوری که گفتم چی هست؟ متر بر ثانیه به توان دو. اگر شما از این رادیکال بگیرید، در واقع اینجا مثلا این کاندیدای واضح برای سرعت مقیاس هست. چرا؟ چون دیمانسیونش جور در میاد. همینطور برای قسمت‌های دیگه، مثلا شما اینجا موقعی که از به اصطلاح لزجت سینماتیکی ویسکوزیتی آشفتگی میخواید استفاده بکنید، اینو به چند جور میتونید همین دیمانسیون رو بهش برسید. یا سرعت رو ضرب در طول بکنید، یا سرعت رو به توان دو برسونید در زمان ضرب بکنید. اینها همش همین دیمانسیون به اصطلاح لذت سینماتیکی رو به شما خواهد داد. یا اگر که شما مثلا مقیاس زمان آشفتگی مد نظرتون باشه، این پارامتر K بخش بر اپسیلون رو دیمانسیونش که من تقسیم بکنید، ساده میکنید، یک S ثانیه میمونه که این رو بهش میگیم زمان مقیاس آشفتگی. برای مثلا اطلاعات بیشتر من اینها رو اومدم به اصطلاح دیمانسیون هاشو یک بار دیگه اینجا براتون مرور کردن. ناکنید در اینجا اگر خاطرتون باشه، ما لزجت به اصطلاح دینامیکی رو به چه صورت تعریف میکردیم؟ گفتیم واحدش باید کیلوگرم بخش بر متر ثانیه باشه. مقدار نور لزجت سینماتیکی به چه صورت بود؟ میو بخش بر رو. میو بخش بر رو یعنی این به اصطلاح کیلوگرم بخش بر متر بر ثانیه بخش بر میو. میو چی بود؟ کیلوگرم بر متر مکعب. اینا رو که با هم ساده بکنید چی میمونه؟ متر مربع بخش بر ثانیه. این میشه واحد به اصطلاح لزجت سینماتیکی ما.
خب در اینجا به چه صورت هست؟ گفتیم انرژی جنبشی کار رو به صورت یک دوم U'I یا به صورت حاصل جرم به صورت توان دو اینها میتونیم بنویسیم. پس بنابراین توان دو اینها یعنی ولاسیتی به توان دو، متر بر ثانیه به توان دو. اما اپسیلون رو، نرخ اضمحلال رو چگونه ما تعریف کردیم؟ اینجا مقدار اضمحلال به این صورت تعریف شد که میو بخش بر رو یو پریم آی ویرگول جی ضرب در یو پریم آی ویرگول جی خواهد بود. اینجا به چه صورت مقدار میو دیمانسیونش چی است؟ اینجا گفتیم کیلوگرم متر بر ثانیه، کیلوگرم متر بر ثانیه رو، کیلوگرم بر متر مکعب ضرب در اینجا نکنید خود مقدار این یو آی ویرگول جی که نوشته میشه، گفتیم در واقع چه مفهومی رو داره؟ داره مثلا میرسونه روند یو به روند وای رو مثلا داره در نظر میگیره. روند یو الان مقدار یو واحدش چی هست؟ متر بر ثانیه. روند وای، وای هم طول هست میشه متر. خب اینجا الان دو تا سرعت در هم، دو تا گرادیان سرعت در هم دیگه ضرب شدن، اینجا توان دو چی میشه؟ ظاهر میشه. وقتی اینها رو با هم دیگه ساده میکنی به چه دیمانسیونی میرسی؟ متر به توان دو بخش بر ثانیه به توان سه. همینطور اگر که از این رابطه‌ای که الان در این جدولی که گفتیم ظاهر شد، برگردیم به عقب الان جدول، اینجا در اینجا مقدار اپسیلون رو به چه صورت گفت؟ گفت به صورت کا به توان 3 دوم بخش بر ال. این هم همون هست، هیچ فرقی نمی‌کنه، دیمانسیونش هم همون در میاد. چرا؟ الان نگاه می‌کنیم ببینیم که درست میشه یا نه. الان اینجا کا دیمانسیونش چی بود؟ متر بر ثانیه به توان 2 بود. خود توان 2 رو از اینجا ما داشتیم، یه توانی هم بالاش داره میشه به توان 3 دوم بخش بر طول مقیاس آشفتگی، طول میشه متر. اینها رو که باز با هم دیگه ساده میکنید دوباره به متر به توان دو بخش بر ثانیه به توان سه میرسه. یعنی همین دیمانسیونی که اینجا هست، یعنی این دوتا فرمول با هم دیگه فرقی ندارن. یعنی اگر که ما الان همینی که نکن اینجا دارید شما میبینید، نکن شما الان به اصطلاح محاسبه اینها براتون مشکله، درسته؟ ولی شما مقدار کار رو اگر که داشته باشید بخش بر مثلا طول مقیاس آشفتگی بکنید، همین مقدار اپسیلون رو به دست خواهید آورد. اما در اینجا برای شما گفتیم که مقدار میویتی به این صورت به دست میاد، برابر است با سی میو رو کا به توان دو بخش بر اپسیلون. از کجا؟ از همین تناسب هایی که اینجا گرفتیم و رسیدیم به این رابطه برای چی؟ تنش آشفتگی مقدار میویتی. در اینجا نگاه کنید مقدار سی که الان اینجا ما دیمانسیون نداریم، مقدار رو هست کیلوگرم بر متر مکعب ضرب داره، اینجا مقدار کا بود متر بر ثانیه به توان دو، یه توان دو هم که این بالا داره و مقدار در مخرج ما اپسیلون رو داریم، دیمانسیونش بود متر به توان دو ثانیه به توان سه. جاگذاری میکنیم، ساده که میکنیم به چی میرسیم؟ کیلوگرم بخش بر متر ثانیه. یعنی همین به اصطلاح این دیمانسیونی که اینجا بهش رسیدیم. چرا باید به این برسیم؟ خب نگاه کنید شما موقعی که در اون معادلات جریان آشفته، اگه برگردیم اسلاید قبل، اینجا که خدمت شما گفتیم که ما به اصطلاح ویسکوزیته کل جریان آشفته رو از این میو صفر برای میو تی به دست میاریم، این اگر دیمانسیونش هرچی هست این دومی هم باید همین باشه دیگه. اینها الان دارن با هم دیگه چی میشن؟ با هم دیگه دارن جمع میشن. دیمانسیون این هرچی باشه دومی رو هم باید یه کاری بکنید، یعنی فرمولش رو یک جوری در نظر بگیرید که دیمانسیونش همین به دست بیاد. چرا؟ چون داریم میگیم این رو از جنس چی داریم میگیم؟ از جنس به اصطلاح ویسکوزیته داریم میبینیم، هرچند که ماهیت خودش از جنس چی بود؟ از جنس مومنتوم بود، ولی الان ما داریم تبدیلش میکنیم به ویسکوزیته دینامیکی که در یه گرادیان سرعت ضرب بشه به ما چی رو بده؟ مقدار مثلا تنش‌های رینولدز رو به ما بده. خب پس تا اینجا رسیدیم به این که ما در مدل‌های آشفتگی باید دو تا پارامتر رو اونجا چیکار کنیم؟ مشخص بکنیم و توضیحاتش هم خدمت شما دادم. الان در روش استاندارد K اپسیلون این الان دو تا معادله هست. موقعی که ما میگیم مدل های دو معادله، این الان دو تا معادله هست. در داخل اینها الان شما چی میبینید؟ نکنید در اینجا شما پارامترهای کار رو در اینجا میبینید که اینجا کار رو میبینید، مقدار میو تی رو میبینید، در پایین هم اینجا مقدار میو تی و به اصطلاح مقدار کا و مقدار اپسیلون رو شما در اینجا دارید ملاحظه میکنید که با توجه به اینکه به اصطلاح مقادیر مختلف میو تی خودش همینطور که خدمت شما گفتم وابسته است به کی و مقدار اپسیلون، پس بنابراین ما در این دوتا معادله مقدار میو که مقدار به اصطلاح لزجت مولکولی هست و معلوم هست، بقیه ثابت ها و ضرب هم اینجا هستش، دوتا پارامتر مجهول رو ما داریم. چی میشه؟ مقدار کا و مقدار چی؟ اپسیلون. مقدار میو تی چی؟ گفتیم خودش وابسته است به مقدار کی و اپسیلون، پس بنابراین دوتا پارامتر K و اپسیلون رو ما اینجا باید الان
معلوم بکنیم این ذرائبی که الان اینجا داریم چی هست. این ذرائب رو ناکنید همش اینجا داده شده که گفته که در آن ذرائب C1 و C2 و C3 ذرائب تجربی بوده و مقدار به اصطلاح زیگمای کا و زیگمای اپسیلون نیز به ترتیب اعداد پرانتل و اشمیت هستند که در اینجا چی شده بیان شده. در اینجا یک سری به اصطلاح عبارت دیگه مثل جی و مقدار بی رو میبینید که خود اینها مقدار جی و بی رو الان در اینجا اومده تعریف کرده. در داخل خود اینها الان شما چی رو دارید میبینید؟ باز مقدار میو تی رو میبینید و گرادیان های سرعت که به دست میاد و مقدار میو تی که باز خودش وابسته است به کی و اپسیلون. در اینجا هم باز دوباره شما اینجا این ذرایبی که اینجا هست که اینجا الان خودش معلوم هست داده شده و مقدار میو تی هم اینجا باز دوباره شما دارید میبینید. یعنی اینجا ما که بررسی میکنید در نهایت شما دو تا پارامتر مستقل یا دو تا مجهول مستقل بیشتر ندارید، کی و اپسیلون. دو تا معادله دارید، دو تا مجهول. این دستگاه معادله رو حلش میکنید، کی و اپسیلون چی میشه؟ به دست میاد. کی و اپسیلون که به دست اومد چی رو به دست میارید؟ مقدار میو تی رو به دست میارید. مقدار میو تی رو که به دست آوردید بعدش چی میشه؟ در این رابطه بوزینس که اینجا خدمت شما گفتیم جاگذاری میکنید و مقدار تنش‌های رینولدز رو به دست میارید. تنش‌های رینولدز رو به دست آورید چطور میشه؟ در معادلات ناویر استوکس جاگذاری میکنید و به اصطلاح معادلات حاکم بر جریان رو به دست میارید. معادلات حاکم بر جریان به دست بیارید یعنی چی رو به دست میارید؟ گفتیم 4 تا پارامتر اصلی رو ما توقع داریم که برای ما محاسبه بشه. اینها چیا بودش؟ مقدار به اصطلاح سرعت در 3 جهت و مقدار فشار رو. این 4 تا پارامتری بودش که ما به دست می آوردیم. اما معادلات کلی جریانی که داشتیم چی بود؟ اونجا 3 معادله مومنتوم بود در 3 جهت به علاوه یک معادله بقاء جرم بودش که یا معادله پیوستگی بود که در مجموع 4 معادله در اینجا به ما میداد. پس بنابراین این راه رو و این مسیر و این ساختار رو خیلی الان اصرار دارم که این در ذهن شما شکل بگیره. وگرنه ناگهانید همیشه اینو من خدمت شما گفتم در کارهای مهندسی فرمول زیاده. مهندس کسی هستش که این ساختار در ذهن شکل گرفته باشه، گم نشه در داخل فرمول‌ها. چون خیلی از مواقع هست که شما در همین درس هیدرودینامیک که همین شبیه به درس همین هیدرودینامیک پیشرفته است یا همین درس سیالات پیشرفته، اینا 3 درسن که تقریبا سیلابسشون 90% به هم شبیه هست، شما منابع متعددی داری. وقتی منابع رو باز که می‌کنی انبوهی از فرمول‌ها رو شما می‌بینی. اون کسی اینجا تونسته برنده باشه و برگ برنده رو داره که ساختار در ذهن شکل گرفته. حالا شما مثلا میاید در این زمینه، در زمینه مثلا روابط اساسی آشفتگی، شما اونجا چندین تا مثلا 3 روش اصلی رو دارید، فرمولاش هست. یا در قسمت مدل های آشفتگی شاید مثلا چند ده تا، مثلا بیشتر از 100 تا شما مدل آشفتگی معرفی شده باشه، هر کدوم فرمولاش هست. فرمول همه جا هست. سعی کنید ساختار در ذهنتون شکل بگیره. اگر ساختار شکل گرفته باشه درست، فهمیدن فرمول دیگه کاری نخواهد داشت. اما میگیم برخلاف بسیار از موفقیت‌های مدل استاندارد کی اپسیلون، این مدل داره جواب‌های نچندان قوی در بحث جریانات غیر محصور است. برخی دیگر از این گونه نقایص عبارتند از مدل سازی لایه‌های برشی ضعیف، مدل سازی جریانات پیچشی، جریانات با کرنش‌های بسیار بزرگ و سریع، لایه‌های مرزی بسیار منحنیوار و مسیرهای واگرا و جریانات دورانی و چرخشی هستش. که الان شما مثلا در این جریانات دورانی و چرخشی شما مثلا یک نمونهش پروانه هستش که در تحلیل پروانه ها با توجه به ماهیتی که الان اینجا ما داریم میگیم که اپسیلون استاندارد، کلا روش‌های مختلفه که اپسیلون، شاید خیلی در تحلیل پروانه ها شما در مقالات نبینید و از روش‌های دیگه استفاده می‌کنن. جریان ثانویه در کانال‌های طویل با مقاطع غیر گرد. حالا میگیم چی؟ الان این اشکالات بالاخره وجود داره. میگه به منظور اصلاح این عیوب تلاش‌های زیادی بر روی اصلاح مدل دو معادله کی اپسیلون صورت گرفت که به ظهور نسل‌های جدیدی از کی اپسیلون و نیز تولد مدل‌های جدیدتر منجر شد که اینها رو حالا ما در جلسات بعد روی مدل‌های جدیدتر کی اپسیلون و همچنین کی امگا یک به اصطلاح مرور خدمت شما خواهیم کرد. اما یکی از مواردی که در اینجا حتما با خدمت شما بگیم این هستش که اون ضریب ثابت CMU برابر با 900 که خدمت شما گفتیم، کجا گفتیم؟ یه لحظه من برگردم به سمت عقب. در اینجا گفتیم که این یک عدد ثابتی هست برابر با 900 هستش. این 900 در واقع از کجا به دست میاد؟ ما
توابع دیواره رو که از قوانین لوگاریتمی استفاده کردیم و به دست آوردیم در اون جاها چیکار میکنیم؟ میایم از این قوانین استفاده میکنیم، ساده سازی های رو روش انجام میدیم، به یه همچین پارامتری رو در اینجا میرسیم. این پارامتر رو طبق نتایج تجربی میگیم برابر با 3/10 هستش که این معادل همین سی میو میشه که اگر این رو ازش ما به اصطلاح جذرش رو داشته باشیم به مقدار عدد 900 میرسیم. حالا این چه اهمیتی داره؟ میگیم نگاه کنید، ما موقعی که داریم میگیم از قانون لوگاریتمی و از توابع دیواره، ما توابع دیواره رو دقیقا رسیدیم به همین قانون لوگاریتمی و این هم یک فرضیاتی برش حاکم بود. یکی اینکه مثلا برای صفحه تخت بود، گرادیان فشار معکوس ما نداشتیم و به اصطلاح شرایط خیلی ساده کننده رو اعمال کردیم تا رسیدیم به قانون لوگاریتمی. وقتی که شما دارید از به اصطلاح این مدل های توربولانسی استفاده میکنید که سی ام یو رو اینجا برابر با 900 میذارید، در واقع تمام محدودیت هایی رو که شما در قانون لوگاریتمی استفاده کردید باید در اینجا اونها رو حتما چیکار کنید، مد نظر داشته باشید. و میگیم به خاطر همین است که با توجه به فرایند طی شده برای تعیین مقدار سی ام یو میتوان به علت عدم اعتبار مدل استاندارد کی اپسیلون در جریانات سه بعدی، چرا گفتیم سه بعدی؟ نکنید الان در همین قانون لوگاریتمی یکی از فرضیاتمون که جریان دو بعدی هستش، درسته؟ و این از فرضیات اساسی بود، روی صفحه تخت صاف در نظر می‌گرفتیم و جریان دو بعدی فرض می‌کردیم. جریانات دارای مکش یا دمش از طریق دیواره یا جریانات دارای عدد ریمون پایین یا مثلا شرایطی مثل جدایش جریان، اینها چون ما که ما گرادیان معکوس نداریم در قانون لوگاریتمی، اگر اونجا خاطرتون باشه اونجا عامل گرادیان فشار رو از معادلات ناویر استوکس حذف کردیم، مثلا گفتیم برابر با صفر، یعنی ما گرادیان فشار نداریم، به خاطر همین رسیدیم به اون فرمول لوگاریتمی و قانون لوگاریتمی به دست اومد و توابع دیواره حاصل شد. وقتی که شما اونجا اون فرضیات رو کردید که گرادیان فشار ندارید، یعنی در واقع پدیده جدایش اصلا اونجا قابل کاربرد نخواهد بود که قبلا در این زمینه ما توضیح دادیم. یعنی الان چی رو میخوام خدمت شما بگم؟ نکنید اگر که شما میایید و در این فرمول میو تی میگیم سی میو ضرب در این عبارت، این الان درسته که یک عدد ثابت هستش، براش 900 رو در نظر گرفتیم، ولی این 900 چگونه به دست آمده؟ از توابع دیواره به دست آمده که خودش داره محدودیت اون عدد ثابت برای شما در ماهیت مدل سازیتون یک سری محدودیت هایی رو تحمیل میکنه. این دیدگاه رو دیگه در کارهای مهندسی در ذهنتون چی حتما داشته باشید. هر جای عدد دیدید نگید خب این که یه عدد هیچی، نه، خود این عدد رو ببینید چگونه به دست اومده. اگه به روش تحلیلی حالا تو ذرایب به دست اومده یه بحثیه، اگر که شما خود این رو از یک سری روابطی استفاده کردی و یه سری فرضیاتی رو قبلا داشتی، همون فرضیات سرایت پیدا میکنه به این معادله فعلی شما. این نکته رو حتما دقت داشته باشید که در اینجا حالا با تاکید کردیم که به اصطلاح ضعف های مدل استاندارد کی اپسیلون از کجاها ناشی میشه که این دو سه مورد رو اینجا گفته و همین الان خدمت شما توضیحاتش رو گفتم که قضیه از چه قرار هستش. اما میگیم که آیا مدل استاندارد کی اپسیلون برای مدل سازی شکل بدنه کشتی ها مناسب هست یا نیست؟ با توجه به اینکه الان گفتیم که ما گرادیان فشار معکوس و اینها رو نداریم، پدیده‌های جدایش اینها رو در استاندارد کی اپسیلون نداریم، ولی یک نکته امیدوارکننده که وجود داره و اینکه به ما اجازه میده که این رو برای بدن کشتی‌ها و شناورها استفاده کنیم، نه اصلا نکنید. شما در بدن شناورها همونطور که قبلا تو درس هیدرودینامیک هم خدمت شما گفتیم، بدنه رو به گونه‌ای فیر طراحی می‌کنیم که پدیده‌های به اصطلاح گرادیان فشار معکوس دیرتر شروع بشه، یعنی منتقل بشه به قسمت‌های انتهایی بدنه، و در اینجا موقعی که تا بیاد گرادیان فشار معکوس شروع بشه و منجر بشه به پدیده جدایش، ما به انتهایی ترین قسمت های بدنه رسیده باشیم و در این نواحی به صدا حالا پدیده های مختلف رو خواهیم دید. متوجه به اینکه پروانه و پدیده های مکش جریان توسط پروانه اینا هم داریم، یک مقداری سیستم جریان ما به این شرایطی نزدیک میشه که در اینجا توضیحات شد دادیم و خیلی مناسب نیستش برای عرض به خدمت شما که خیلی مناسب نیستش برای اینکه اپسیلون استاندارد.
اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که در طول بدنه که شما دارید در محاسبه میکنید، یا اگر شما تغییرات فشار رو بعدا محاسبه بکنید، ازش بخواید انتگرال بگیرید و نیروها رو به دست بیارید، شما اینجا خواهید دید که ما اگر مساحت رو مبنا بگیرید، شاید در بیش از 90% مساحت سطح خیسی که الان ما اینجا داریم، جریان ما جریان ساده است. یک صفحه تختی داریم، انحنای خاصی خیلی نداره، همینطوری به اصطلاح پستی بلندی خاصی نداره و اینجا در طول ادامه پیدا کردیم، رسیده فقط به قسمت انتهایی شناور و اون پدیده های خاصی رو که اینکه اپسیلون در مورد شاید جواب نده، جواب دقیقی نده، به شاید مثلا کمتر از 10% مساحت بدنه به اصطلاح محدود شده. این نشون میده که ما اگر از کی اپسیلون استاندارد هم حتی استفاده بکنیم، حالا مدل های اصلاح شده کی اپسیلون رو هم ما داریم، ولی از خود اینها ما استفاده بکنیم، خیلی پرت و بیراهه نخواهیم رفت و جریان رو میتونیم یک جریان ساده روی بدن در نظر بگیریم بدون پدیده جدایش جریان. و حالا اینجا یک سری مثلا پدیده خاصی رو میگم خواهیم داشت، ولی در کل خطایی رو که خواهیم داشت خطای قابل قبولی خواهد بود. یعنی ما هر کدوم از مدل های استانداردی که استفاده میکنیم، بالاخره اینها هر کدوم خطاهای خاص خودشون رو دارن. مهم این هستش که خطای ما اولا به اصطلاح در محدوده قابل قبول باشه، دوما تخمین و مقدار خطامون قابل تخمین باشه، یعنی بدونیم که الان اگه داریم استفاده میکنیم حدودا از چه درصدی از خطا برخوردار هستیم، که در جلسات قبل در این زمینه هم من صحبت کردم. یا این الان بدنه یک زیردریایی هستش، همینطور که اینجا دارید میبینید بدنه خوب طراحی شده، فیر طراحی شده و بحثای مثل جدایش جریان و میدان و ویک و اینها منتهی شده به قسمت بسیار باریک و در انتهای بدنه. پس بنابراین ما در اینجا پدیدهایی که ازش صحبت کردیم، در قسمت عمده از جریان با چنین چیزی مواجه نیستیم ما. اما در جاهایی رو که مثلا شما فرض بکنید که میخواد کاهش مقاومت رو داشته باشید با تزریق هوا یا مکش جریان برای جلوگیری از جدایش جریان، خب بدیهیه که در اونجاها دیگه ما از به اصطلاح روش های مثل کی اپسیلون نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ چون در اینجاها شما دیگه سیالتون مثلا دو فازی میشه، شما الان دارید تزریق هوا به هوا دارید انجام میدید، باید برید بگردید ببینید از مدل های توربولانسی کدوم هاشون برای شرایط دو فازی تعریف شدن و مناسب هستن و از همونها استفاده بکنید. خب این نگاه کنید، خیلی به شما میتونه الان این قضیه دید بده که شما فقط یک اپراتور ساده نرم افزارهای به اصطلاح CFD و نرم افزار دریایی و غیر دریایی نیستید. به عنوان یک مهندس شما بتونید که فلسفه هیدرودینامیکی پشت اینها رو هم یک دیدی ازش داشته باشید، وگرنه اگر یک آدم دیپلمه هم بشینه پای یک نرم افزار با این آیکوناش و دکمه‌هاش بازی بکنه، آخر کار بعد از 2 هفته 3 هفته 1 ماه یاد میگیری با این نرم افزارها چگونه کار کنه. مهم این هستش که یک مهندس فلسفه علمی پشت هر یک از تئوری‌هایی که استفاده میشه رو بدونه و با توجه به نوع مسئله‌ای که میخواد تحلیل بکنه بتونه انتخاب بکنه که کدوم نوع مدل و کدوم مدل توربولانسی یا کلاً کدوم روش به اصطلاح طراحی قابل استفاده هستش. این هنر یک مهندس خواهد بود و مقایسهش نسبت به یک اپراتور دیپلمه ساده نرم افزارهایی رو که ما معمولا در شرکت ها میبینیم. اما در چند دقیقه تأمل انتهای این جلسه میخوام برای شما از این بگم که یکی از ترفندهایی که کشورهای پیشرفته برای عقب نگه داشتن کشورهای جهان دوم و سوم استفاده میکنن این هستش که اون یک مقداری فقر و مشکلات اجتماعی که در این جوامع وجود داره رو یک مقداری پررنگش میکنن و به این جوامع تلقین میکنن که آقا شما قوطه‌ور در فقر و بدبختی و فلاکت و گرسنگی هستید، پس بنابراین شما خیلی فکر نکنید به این که بخواید در یک سری موضوعاتی رو مثلا بلند پروازی هایی رو داشته باشید و پیشرفت بکنید. شما فقط به فکر سیر کردن شکمتون باشید و یک جای خواب راحتی که داشته باشید، همین، و بیشتر از این اصلا اجازه ندارید فکر بکنید. یعنی اجازه ندارید که به اینها تلقین میکنن. از چه طریقی؟ از طریق برخی از روشنفکرانی که در خود این جوامع وجود دارن و بعضا به اصطلاح تحت تأثیر جوامع غربی هستن. این یک ترفند بسیار زیرکانه ای هستش که سالهای طولانی در بین کشورهای جهان سوم جواب داده. یکی از کشورهایی رو که خوب تونست بر این بحث غلبه بکنه و یکی از کشورهای پیشرفته دنیا باشه همین کشور هند هستش، که شما از این جور صحنه ها رو خیلی در این کشور زیاد می‌بینید. یک کشوری که 1,200,000,000 نفر جمعیت داره و در گذشته شما خیلی می‌دیدید که بعضا در فیلم هایی رو که در بالیوود که
به اصطلاح دنیای فیلمسازی هندوستان هستش، خیلی فقر و فلاکت و بدبختی این هندی‌ها رو خیلی به تصویر میکشید. در فیلم ها نشون میداد که اینا یک مش آدمایی هستن که کنار خیابون به دنیا میان، کنار خیابون زندگی میکنن و کنار خیابون از بین میرن. خب این یک واقعیتیه، فقر در خیلی از جوامع هستش، در همین خود آمریکا، در جوامع اروپایی کسانی که سفر کردن از نزدیک میبینن کسانی که در کنار خیابون از سرما میمیرن، ولی هیچ موقع یک اروپایی اجازه نمیده که این موضوع فیلم هایی بشه که از اروپایی از آمریکا ساخته میشه. میارن دوربین ها رو متمرکز میکنن در یک کشورهایی رو که نمیخوان به هیچ وجه پیشرفت بکنن و فیلم هایی رو میسازن و از طرفی هم بهش جوایزی رو در جشنواره ها میدن که فیلمسازهای بعدی هم تشویق بشن بیان فقر و فلاکت و بدبختی یک ملتی رو به تصویر بکشن. همین به تصویر کشیدن، نه پشت این چی از پشت این میان ترغیب میکنن به اینکه آقا شما فقط به فکر سیر کردن شکم ملت خودت باش. هند تا یک مدت زمان خیلی زیادی درگیر همین تفکرات بود، ولی یک مقاله من یک جایی خوندم خیلی قشنگ تحلیل کرده بود، میگفت از یک زمانی به بعد جامعه هند رو این رو بهش به این باور رسید که علارغم اینکه بالاخره مردم فقیری داره، ولی باید برای پیشرفت کردن ریسک کرد، باید سختی ها رو پذیرفت. اگر قرار شکم این مردم سیر بشه، با اعانه جمع کردن از کشورهای دنیا به جایی نمیرسه، باید اقتصاد خودش رو قوی بکنه، باید اشتغال ایجاد بکنه تا بتونه بر اساس این اشتغال درآمد ایجاد بکنه برای 1,200,000,000 نفر از جمعیت خودش. پس بنابراین دیگه فریب این به اصطلاح جبسازی های غربی رو نخود و خیلی سریع شروع کرد به پیشرفت های صنعتی خیلی عجیب و غریب که الان شما در بازه حدوداً 15-20 ساله گذشته تا الان میبینید که هند به صورت تصاعدی داره چیکار میکنه، داره پیشرفت میکنه. کلیت جامعه هند به این باور رسید که نباید پررنگ بکنه فقر و محدودیت های اجتماعی رو. همسایگان خودش رو دید، یک کشور بزرگی مثل چین رو دید و متوجه شد که اگر بخواد راه چین رو ادامه نده و همون راه چین رو نره، یک کشور محروم، بدبخت، بیچاره که در آینده فقط صدقه جمع کن خواهد بود از دنیا. این کارو نکردن، مسیر پیشرفت رو در پیش گرفتن و امروز شما میبینید که فاخرترین پروژه های فضایی دنیا در هندوستان کار میشه، بزرگترین پروژه های فناوری هسته‌ای در هندوستان انجام میشه و امروزه بخش زیادی از برق در این کشور برق هسته‌ای خواهد بود که برنامه ریزی در سال آیندهشون هم میبینید که چقدر بلند پروازانه و جالب هست. یا میبینید که بزرگترین به اصطلاح قدرت موشکی در به اصطلاح آسیا و در دنیا رو داره و یکی از بزرگترین قدرت های نظامی دنیا هستش، یا این زیردریایی به اصطلاح هسته‌ای هستش که در هندوستان طراحی و ساخته شد، فکر میکنم همین زیردریای هاریانت یا همچین اسمایی بهش میگن، یک زیردریایی با سیستم رانش اتمی هستش که امکان پرتاب به اصطلاح موشک های عمود پرتاب قاره پیما رو هم داره، یا شما میبینید که ناو به اصطلاح هواپیما بر رو هم به طراحی و ساختش رسیدن، یا پیشرفته ترین جنگنده های نظامی رو خودشون طراحی میکنن و میسازن و بیهوده سال هر سال میلیاردها دلار مثل خیلی از کشورهای جهان سوم پول رو به کشورهای اروپایی و آمریکا نمیدن برای خرید تسلیحات. الان همین نسخه از این به اصطلاح جنگنده که میبینید یکی از انواع جنگنده هایی هستش که در هند طراحی و ساخته میشه و تولید انبوه میشه. و اینها ناکنید شاید شما فقط بگید که این فقط پرداختن به صنایع نظامی و موشکی و هسته‌ای و اینها، نه اینطور نیستش، این بخشی از کار هست. الان شما نگاه میکنید میبینید که هندوستان از نظر اقتصادی یک رشد بسیار بسیار سریع رو طی کرده و پیشبینی های این هستش که در سال 2030 اگه شما در اینترنت نگاه بکنید قدرت سوم دنیا خواهد بود و در سال 2050 آمریکا رو هم چیه پشت سر خواهد گذاشت و تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد. و این خیلی باعث خوشحالی هستش که دو تا اقتصاد برتر دنیا در سالهای آینده و در دهه‌های آینده از آسیا خواهند بود. و جالبتر از همه این هستش که شما هندی رو در اینجا میبینید که همیشه کشورهای غربی سعی کردن به اینها تلقین بکنن که شما یک سری آدمهای بدبخت و بیچاره هستید، این رو باید حواسمون باشه، به عنوان قشر تحصیل کرده فریب نخوریم. فقر، بدبختی، بیچارگی همه جای دنیا هست، چه بسا که در بعضی از کشورهای اروپایی با توجه به اینکه جامعه صنعتی هست بعضی از مواقع جلوه‌های از به اصطلاح فقر رو بسیار شدید در اینجا می‌بینید، ولی اونها هیچ موقعی در هیچ بازه‌ای از تاریخ پیشرفت‌های صنعتی و علمی خودشون رو تعطیل نکردن.
این ترفندی هستش که اونها استفاده میکنن برای کشورهای مثل خود ایران، از اینها استفاده میکنن. در همین ایران شما نگاه بکنید الان پیشرفت های هسته ای و موشکی ما رو که هر دفعه یک تست یک خبری ازش منتشر میشه به صورت کاملا منسجم در شبکه های اجتماعی میبینید که پیام های به اصطلاح منتشر میشه که آقا ایران که دارای فقر هست، اینقدر درصد نمیدونم بیکار هستن، ال هستن، بل هستن، این چه کاری هستش که میاد مثلا یه همچین پروژه های بلند پروازانی رو انجام میده. دقت بکنید، نگاه بکنید، اینها هدفی جز این ندارن که این ملت ها رو بشوندونن سر جای خودشون و اونها رو در این حد نگه دارن که فقط شکم خودشون رو سیر بکنن و یک جای گرمی رو گیر بیارن برای خوابیدن. همین. و نگاه میکنید میبینید کسانی که این مسیر رو رفتن مثل خیلی از کشورهای عربی متاسفانه برای همین پیدا کردن یه جای گرم برای خوابیدن و سیر کردن شکم مردم خودشون هم دچار بحران هستن. کشورهایی مثل مصر رو نگاه بکنید یا کشورهایی مثل لیبی رو نگاه بکنید، کشورهایی که سالیان سال پیرو غرب بودن ولی امروزه میبینید در تأمین، به گفته خود بزرگان خودشون، در تأمین گندم برای سیر کردن شکم مردم خودشون هم دچار مشکل هستن. امیدواریم که ما طبقه باشیم که فکرهایی داشته باشیم، با فکرهایی که میخوان به ما تحمیل بکنن یک مقداری مقاومت بکنیم و آگاه سازی انجام بدیم و مردم خودمون رو مطلع بکنیم که فریب جفسازی های غربی ها رو نخورن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.